بخش دوم فرهنگ بازی ها مقدمه فهرست ارائه شده در این بخش بازی ها را تا سال 1962 در بر می گیرد. لیکن بازی های جدید به مرور کشف می شوند گاهی آنچه مثال دیگری از یک بازی شناخته شده به نظر می آید پس از مطالعه و تحقیق بیشتر معلوم می گردد که در حقیقت بازی تازه است و برعکس گاهی آنچه بازی تازه ای به نظر می آید پس از پژوهش بیشتر معلوم می شود که تنها صورت دیگری از یک بازی شناخته شده است هر یک از جزئیات تحلیل نیز ممکن است در آینده با پیشرفت های جدید و کسب دانش تازه تغییر کند مثلا در جایی که برای پویا شناسی چند انتخاب وجود دارد ممکن است آن که در اینجا آورده شده دقیقترین نباشد با تمام این محدودیت ها در حال حاضر هم فهرست موجود بازی ها و هم جزئیات موادی که در تحلیل آنها ذکر شده در روش های بالینی کاملا قابل استفاده هستند. برخی از بازی ها در اینجا با تفصیل بیشتری مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برخی دیگر محتاج پژوهش و مطالعات بیشتری هستند یا چندان عمومیت ندارند و یا اهمیت آنها توضیح و توضیح واضحات است. به طور خلاصه، ذکر شده اند طرف بازی را معمولا با عنوان عامل یا با نام وایت می نامیم در حالی که فرد مقابل او را بلک می نامیم بازی ها در اینجا طبق موقعیت هایی که حرکات در آنها اتفاق می افتد ردبندی شده اند. بازی های زندگی بازی های ازدواج بازی های مهمانی بازی های روابط جنسی بازی های دنیای تبهکاری و بخشی در رابطه با دنیای هرفیی ها بازی های اتاق مشاوره و بالاخره نمونه از بازی های خوب الف علائم در تحلیل هر یک از بازیها علائم زیر به کار می رود عنوان اگر بازی اسم طولانی دارد خلاصه مناسبی از آن در متن به کار گرفته می شود در جایی که یک بازی یا انواع مختلف آن بیش از یک اسم داشته باشد عنوان دیگر آن در فهرست بازی ها داده می شود در گزارش ها یا مباحثات شفاهی لازم است نام کامل بازی ها نه خلاصه یا قسمتی از آن ذکر شود تز این اصل قضیه بازی است که به طور متقاعد کننده در ابتدای بحث ارائه می شود هدف انتخاب مناسب ترین مفهوم بازی است بر اساس تجربیات نویسنده نقش ها نقش کسی که طرف است و بازی از دیدگاه او بحث می شود در ابتدا و با حروف سیاه می آید پویایی شناسی مانند هدف بر اساس تجربیات نویسنده مشخص می شود مثال ها یک ابتدا مثالی از بازی آنطور که در بچگی بازی میشد ارائه می گردد نمونه بارزی که آن را به بهترین وجه ممکن مشخص کند دو مثالی از نوع دوران بزرگسالی آن نمونه عالی به طور خلاصه شکل و طرح تبادل یا تبادلهای بازی را در سطح اجتماعی نشان می دهد. حرکات در اینجا حداقل تعداد محرکهای تبادلی و پاسخهای تبادلی که در عمل دیده می شود ذکر می گرگد. حرکات ممکن است در موقعیتهای مختلف افسایش یابد یا محدود شود و یا شاخ و برگ پیدا کند. امتیازها یک روانی درونی کوششی است برای توضیح این امر که چگونه هر بازی می تواند در تثبیت درونی روحیه بازیگر سهمی داشته باشد. روانی برونی کوششی است برای توضیح این امر که چگونه بازیگر می تواند از موقعیت های هیجان و پیوند های صمیمانه احتراز کند سه اجتماعی درونی در اینجا عبارت مشخصی که در بازی با نزدیکان به کار می رود ارائه می گردد اجتماعی برونی در اینجا واژه‌های اصلی که در مشتقات بازی یا وقت ها و بازی با افراد نچندان نزدیک به کار می رود ارائه می گردد. زیستی نوازشی را که طرفین درگیر در بازی ممکن است نصیبشان شود توضیح می دهد. وجودی وضعیتی را که بازی به طور معمول بر اساس آن انجام می شود توضیح می دهد. انواع مربوطه در اینجا نام بازی های مکمل و بابسته و آنتیتز ذکر می شود. فهم کامل بازی ها در شرایط رواندرمانی بالینی میسر می شود. اشخاصی که در بازی های ویرانگر شرکت می کنند بیشتر از بازیگران بازی های سازنده به متخصصان مراجعه می کنند. از این رو بیشتر بازی هایی که تا کنون به دقت مطالعه و شناخته شده اند از نوع ویرانگرند. با وجود این خواننده باید توجه کند که بازی های سازنده نیز وجود دارند که به وسیله اشخاص خوشبختتر بازی می شوند و برای اینکه بازی ها هم مثل بسیاری از اصطلاحات روانپزشکی به ابتزال کشیده نشوند لازم به تاکید است که بازی برنامه دقیق و حساب شده است و باید آن را طبق اصولی که در بالا ذکر شد از رویه ها و مناسک و وقت ها و اعمال و ترفند ها و بازخوردها که از وضعیت های روانی منبعث میشوند متمایز دانست خواستگاه هر بازی یک وضعیت روانی است ولی وضعیت یا بازخورد ناشی از آن را نمیتوان بازی دانست به نام آمیانه بازی ها بیشتر نام های آمیانه ای را که برای بازی ها در این کتاب آمده بیماران عنوان کردند چنانچه به حساسیت موقعیت و به زمان به کار رفتن آنها دقیقا توجه شود تمام این نام هایی نام بیشک به خوبی قابل فهم بوده مورد استقبال بازیگران قرار خواهند گرفت اگر بعضی از آنها مبتنی بر ادب و احترام متعارف نیست تنز آنها متوجه خود بازی هاست و نه انسان هایی که این بازی ها را اجرا می کنند نخستین ضرورت زبان آمیانه مناسب بودن آن است و اگر این نامها در بعضی موارد مطبوع و سرگرم کننده نیز هستند به خاطر آن است که وصفل حالند همانطور که در جای دیگری نیز در بحث واجه های آمیانه اشاره کردم گاهی یک صفحه طولانی از الفاظ فاضلانه و آب کشیده این معنا را به طرف القا می کند که مثلا فلان زن لکاته یا فلان مرد پفیوز است حقایق روانشناختی را می توان به زبان علمی و برای مقاصد پژوهشی و دانشگاهی بیان کرد ولی عملا تشخیص مؤثر احساسهای عذاب دهنده مستلزم نگرش دیگری است بنابراین ما ترجیح میدهیم مثلا به جای واجه ابراز تهاجم مقعدی برون اسم بازی وحشتناک نیست را بکار بریم این نام نه تنها از معنا و پویایی بیشتری برخوردار است بلکه عملا صحیحتر و رساتر نیز هست و افراد گاهی در اتاقهای روشن سریعتر بهبود کسب میکنند در فضاهای دیگر شش بازی زندگی تمام بازی ها در شرایط عادی اجتماعی نیز تأثیر مهم و احتمالا سرنوشتسازی در بازیگران دارند اما برخی از آنها باعث بروز موقعیتهای بیشتری برای ایجاد تغییر در مسیر زندگی می گردند و در سرنوشت افراد بیگناه غیردرگیر درگیر نیز دخالت می کنند. این گروه از بازی را به تناسب بازی زندگی می نامیم. و شامل الکلی بدهکار یک اردنگی به من بزن حالا گیرت آوردم پدر سگ ببین مجبورم کردی چه کار کنم و گونه های اصلی آنهاست این بازی ها از یک سو با بازی های ازدواج و از سوی دیگر با بازی های دنیای تبهکاری تداخل پیدا می کند. الف الکلی تز در تحلیل بازی ها مسئله به نام الکلی بودن یا شخص الکلی وجود ندارد اما نقشی تحت عنوان الکلی هست که در بعضی از انواع بازی ها ظاهر می شود هرگاه یک آرزه بیوشیمیایی یا جسمانی محلک اصلی افراد در مشروب خاری باشد و این نکته خود هنوز مورد بحث است بررسی این مسئله به هر حال مربوط به طب داخلی است هدف از تحلیل بازی ها امریز کاملا متفاوت و آن بررسی انواع تبادل های اجتماعی مربوط به این افراد است از این جهت است که این بازی را الکلی می نامیم. این بازی در اکثر رشد خود پنج نفره است. گوین که این نقش ها ممکن است به نحوی فشرده شوند که بازی احتمالا با دو نفر شروع و یا ختم شود. نقش اصلی را کسی که در مشروب افراد می کند اجرا می کند که طرف است و باید بازیگر آن است نقش دوم را زجر بازی می کند که از جنس مخالف و معمولا زن طرف است نقش سوم را نجات دهنده ایفا می کند که معمولا از جنس موافق با طرف است و بیشتر اوقات دکتر یا دوست خانواده است که به معتاد علاقمند است و در مشکلات مشروب خاری هم سرشته دارد در موقعیت متداول دکتر معمولا الکلی معتاد را از شر عادتش نجات می دهد پس از, از شش ماه که وایت لب به مشروب نزده دکتر او را می بیند و به او تبریک می گوید. اما روز بعد وایت مستو لایعقل در جوی افتاده است نقش چهارم متعلق به یک حالو است در نوشته های مربوط به این مبحث این نقش را اغذی فروش سر خیابان ایفا می کند که به وایت نسیه می دهد و گاهی نیز وقتی وایت حالش خیلی خراب است به او یک ساندویچ یا یک فنجان قهوه مجانی می دهد و با او گپ میزند بدون اینکه او را بیازارد یا سعی کند نجاتش دهد ولی در زندگی این نقش را مادر وایت ایفا می کند که به او پول می دهد و در مورد زنش هم که او را درک نمی کند با او همدردی می کند در این مرحله از بازی وایت ممکن است شر دهد که وضع مالیش چندان خوب نیست و کوشش کند که این منطق را موجه جل بدهد در حالی که در باطن هر دو می دانند که او برای چه پول می خواهد گاهی حالون آگاهانه به نقش دیگری می لغزد که به طور کلی سودمند است اگرچه چندان حیاتی نیست مثلا در نقش تحریک کننده یا آدم خوب که بی آنکه از او بخواهند جنس میرساند بیا بشین با هم یک چیزی بخوریم و حرف بزنیم سریعتر در من برو برو در تمام بازی های مشروف خاری دستیار حرفه‌ای متزدی بار است در بازی الکلی او نقش پنجم یا نقش رابط را دارد که منبع اصلی جنس است و درد دلهای الکلی را میفهمد و از بسیاری جهات با معنی فرد در زندگی معتاد است فرق بین رابط و بقیه بازیگران همان فرق بین هر، ها و غیر هاست. هرپهی می داند چه وقت کارش را متوقف کند. یک مشروب فروش خوب در نقطه معینی از رابطهش با مشتری از مشروب دادن به شخص الکلی خودداری می کند و شخص الکلی در این موقع بدون من تهیه باقی می ماند. مگر آنکه بتواند رابطه دلسوزتری پیدا کند. در مراحل اولیه بازی الکلی زن ممکن است نقش های دوم و سوم و چهارم را به خود به تنهایی ایفا کند نصف شب نقش حالو را بازی می کند یعنی به طرف کمک می کند لباسش را درآورد برایش قهوه درست می کند و حتی اجازه می دهد کتکش بزند صبح در نقش زجرهنده ظاهر می شود و او را برای کارهای بد و زشتش سرزنش می کند. اصل روز بعد نقش نجات دهنده را ایفا می کند و از او می خواهد که این کارها را ترک کند. در مراحل بعدی اغلب به علت فساد اندام های بدن معتاد نقش های زج دهنده و نجات دهنده ممکن است کنار زده شوند. مگر آنکه آنها نیز منبعی برای تأمین جنس باشند وایت برای یک بعد غذا به پسترین دارالمساکین میرود یا حتی به گدایی میپردازد یا برای چند پشیز به سرزنش دیگران تن در میدهد چه غیر باشد و چه ای ؟ تجربه حاضر نشان می دهد که در بازی الکلی برد همانطور که وچه مشخص تمام بازی هاست از جنبه ای حاصل می شود که پژوهشگران به آن کمترین توجه را ندارند در تجزیه و تحلیل این بازی نفس مشروب خوردن لذتی ضمنی است که شاید امتیازاتی هم داشته باشد اما تمام جریان کار به منظور رسیدن به اوج واقعی است که همان خماری روز بعد است در مورد بازی شلمیل نیز همینطور است که صافتکاری و دست پاچولفتی بازی اولیه که جلب توجه می کند فقط وسیله لذت بخشی است برای واد که او را به قایت مقصود برساند که همانا بخشیده شدن از جانب بلک است برای الکلی نیز خماری روز بعد بیشتر از آن که دردی جسمانی باشد عذابی روانی است بین مشروب خوران دو نوع وقت گذرانی رایج است یکی مارتینی طرز درست کردن فلان مشروب و دیگر صبح روز بعد بگذار برایت تعریف کنم چه به روزم آمده است وقت گذرانی یا مارتینی مخصوص مشروبخواارران گهگاهی و اجتماعی است. در صورتی که مشروبخوراران سفت و سخت ترجیح می دهند یک دست صبح روز بعد روانشناختی و محکم بازی کنند و انجمنهایی نظیر انجمن الکلی های بینام و نشان به آنها فرصتهای نامحدودی در این زمینه ارائه می دهد. معتادی هر دفعه پس از یک دوره مشروب خاری نزد روانپزشکش پزشکش و خود را به باد فحش و ناسزا می روانپزشک هم چیزی نمی گفت. بعد در یک گروه درمانی آن معتاد با رضایت افتخارآمیزی اظهار کرد که روانپزشکش آن نسبتها را به وی داده است. در گفتگوهای روان درمانی گروهی علاقه اصلی بیشتر معتادان موضوع مشروب خاریشان نیست چون آنها این موضوع را به گردن زجدهنده های خود میاندازند. موضوع دلخواه آنها در دورانی است که میکشند. هدف تبادلی از مشروب خاری علاوه بر لذت شخصی که ظاهرا ایجاد می کند به وجود آوردن وضعیت و موقعیتی است که در آن کودک درون فرد به سختی مورد ملامت قرار گیرد چه به وسیله والد درونی خود و چه به وسیله هر نوع نقش والدی که در محیط او هست و علاقه کافی به این کار دارد بنابراین درمان این بازی باید بیشتر روی صبح روز بعد و حالت تناسایی و تنبیه خود متمرکز شود نه صرفا روی عمل مشروب خاری سنخی از دائم الخمر ها هم هستند که هیچ گونه اثرات صبح روز بعد ندارند و لذا ارتباطی با این مبحث پیدا نمی کنند بازی دیگری هم به نام الکلی خشک است که در آن وایت به همان مراحل افول مالی و اجتماعی دچار می شود بدون اینکه بطری در کار باشد و همان حرکات را از خود بروز می دهد و همان نقش آفرین آفرینی ها را دور خود جمع می کند در اینجا نیز اصل مطلب باز همان اثرات صبح روز بعد است در واقع شباهت بین الکلی خشک و الکلی معمولی معید این است که هر دوی آنها بازی هستند مثلا روی... رویه از دست دادن شغل در هر دوی آنها یکی است معتاد نیز شبیه الکلی است گرچه گناهش هولناکتر و از اشبارستر و تر است و سقوطش سریع است در جامعه آمریکا دستکم نقش زجدهنده از همه قوی تر و نقش نجات دهنده به حالو از همه کوچکتر و که هم اهمیت تر و فاصلهشان با طرف زیادتر است حالانکه نقش رابط متاسفانه روز به روز بیشتر و مهمتر می شود سازمان های مختلفی به مسئله الکلی می پردازند تعداد از این سازمان ها در سطح کشور آمریکا و حتی در سطح بین المللی و بقیه در سطح محلی هن. بسیاری از این سازمان ها در نشریات خود مقرراتی را برای این بازی چاپ می کنند. تقریبا تمام آنها طرز بازی نقش الکلی را توضیح می دهند. قبل از ناشتا یک لیوان مشروب بنوشید، پولی را که برای کارهای دیگر در نظر گرفته شده خرج کنید و غیره. آنها حتی وظایف نجات دهنده را نیز شهر می دهند. مثلا اعضای انجمن الکلی های بینام و نشان سالهاست به بازی واقعی خود ادامه می دهند و کار خود را روی متقاعد ساختن الکلی برای پذیرفتن نقش نجات دهنده متمرکز ساختند. آنها ترجیح می دهند که معتادان سابق نقش نجات دهنده را بازی کنند چون اینان بهتر از هر کسی که هرگز معتاد نبوده است می دانند که در روح و زندگی شخص معتاد چه می مواردی گزارش شده است که گاهی در بعضی شعبات انجمن الکلی های بینام و نشان وقتی معتاد جدیدی برای نجات دادن نداشتند یکی دو نفر اعضا دوباره به مشروف خاری پرداختند تا بقیه بتوانند آنها را نجات دهند و بازی ادامه داشته باشد سازمانهایی نیز هستند که هدفشان بهبود وضع کلی بازیگران دیگر است بعضی از آنها به همسران معتادان فشار آورند که نقش خود را از زشت دهنده به نجات دهنده تغییر دهند بهترین نمونه های مطلوب این سازمان ها آنهایی هستند که به فرزندان تازه بالغ معتادان کمک می کنند. به این نوجوانان کمک می شود که از این بازی به طور کلی و برای ابد کنارگیری کنند نه اینکه سعی کنند نقشی در آن داشته باشند. اساس درمان, درمان روانی الکلی در این است که بتوان وی را مجبور کرد یک بار دست از بازی بکشد نه اینکه تغییر نقش دهد در بعضی موارد این کار با موفقیت صورت گرفته است گرچه به طور کلی امریس بسیار مشکل زیرا به سختی میتوان برای شخص الکلی کاری جالب تر از ادامه بازی پیدا کرد و از آنجا که او بر حسب عادت از پیوند و صمیمیت بیمناک است آنچه جانشین این بازی می شود لزوما باید یک بازی دیگر باشد و نه تلاش برای پیوندی صمیمانه و خالی از بازی معتادان سابق یا به اصطلاح ترک کرده ها اکثرا آدم های خوشبرخوردی در اجتماع نیستند و احتمالا در خودشان نیز احساس کمبود هیجان می کنند و اغلب اقوا می شوند که یواشکی به راه های گذشته بلغزند سنگ محک برای یک معتاد سابق آن است که بتواند گهگاه در موقعیت های اجتماعی یکی دو لیوان کوچک مشروب بنوشد بدون اینکه خود را به مخاطره اندازد متخصصان تحلیل بازی ها معمولا اعتقاد به اصلا لب چیزی نزن ندارند از توصیف این بازی چنین برمی آید که نجات دهنده ممکن است به بازی من فقط دارم کمک می کنم یا زج دهنده به بازی حالا ببین چه کار کردی یا حالو به بازی آدم خوب کشیده شود با توسعه سازمان ها و انجمن هایی که سعی در اشاعه این مفهوم دارند که اعتیاد به الکل یک مرض است الکلی ها یاد گرفتند که چطور دست به بازی چوب زیر بغل بزنند قانون نیست که همیشه به وجود چنین اشخاصی توجه خاصی داشته است اخیرا از این پدیده پشتیبانی می کند و به جای تأکید بر نقش زجدهنده اکنون به نقش نجات دهنده توجه عاجلی می شود. طرز برخورد خود بازیگر اصلی نیز از من گناهکارم به از من مریض چه انتظاری دارید تبدیل شده است که خود بخشی از تمایل به روش های علمی و جدایی از موضع احکام مذهبی است. اما در واقع اصل سمربخش بودن این تغییر موضع خود قابل بحث است و از نقطه نظر علمی نیز هیچ کار مؤثری برای معتادان و دائم الخمرها حتی از نظر نفروختن مشروب به آنها صورت نگرفته است با همه اینها هنوز انجمن الکلی های بینام و نشان بهترین راه شروع برای درمان الکلی به نظر می آید. آنتیتز همانطور که همه می دانیم بازی الکلی سرسختانه اجرا می شود و معتاد به آسانی ولکن نیست. در یکی از گروه های روان درمانی یکی از زنان شرکت کننده الکلی که خیلی ساکت بود وقتی در دلها و رنجهای دیگران را شنید از گروه بیرون رفت تا به بازیش ادامه دهد او روزی که گروه را ترک می کرد از افراد گروه خواست تا هر کدام عقیده خود را درباره او بگوید از آنجا که او اغلب رفتار مطبوعی نشان داده بود آنها حرفهای خوبی درباره اش زدند اما او به اعتراض گفت من این چیزها را نمیخواستم عقیده واقعی شما را میخواستم به وضوح معلوم بود که انتظار وی از گروه حرفهای سرزنشبار است اما زنهای دیگر از زج دادن او خودداری کردند بنابراین آن زن به خانه رفت و از شوهرش خواست که اگر بار دیگر لب به مشروب زد یا طلاقش دهد یا او را به بیمارستان بفرستد شوهرش به او قول داد و وقتی آن شب زنش را مست دید او را یک راست به آسایشگاه برستاد. در اینجا نیز سایر اعضا از اجرای نقش شکنجهگر یا آزاردهنده که بیمار خواستار آن بود امتناع میکردند و این رفتار ضد و نقیز اطرافیان برای او غیرقابل تحمل بود اما به هر حال در خانه خود کسی را داشت که حاضر بود نقشی را ایفا کند که او میخواهد با وجود این موارد دیگری دیده شده است که ظاهرا قانع کردن بیمار برای ترک بازی امکان پذیر بوده و او خود خواسته و او خود توانسته است کوشش را برای درمان واقعی اجتماعی انجام دهد و در این میان درمانگر نه نقش نجات دهنده را ایفا کرده است و نه نقش زج دهنده به همین ترتیب ایفا کردن نقش حالو به وسیله درمانگر خطرناک است بدین معنی که اجازه دهد بیمار و ضایف محوله خود را حتی از لحاظ پرداخت حق درمان یا سر وقت آمدن نادیده بگیرد از نقطه نظر تبادل پس از مقدماتی که به هم پس از مقدماتی که به دقت فراهم می شود رویه صحیح درمانی عبارت است از اتخاذ یک وضعیت قراردادی بالغ, بالغ بین معتاد و درمانگر به منظور پرهیز از بازی کردن هر نقش دیگر و به این امید که بیمار قادر شود نه تنها لب مشروب نزند بلکه از بازی خود نیز آگاهی یابد و از آن اجتناب کند اگر نتوانست بهتر است او را پیش یک نجات دهنده خارج از کلینیک درمانی فرستاد آنتیتز. در این مورد به ویژه سختتر است زیرا در جوامع غرب مشروبخواران قهار موضوع جالبی برای سرزنش و نگرانی و ترحم هستند و کسی که از ایفای این نقش خودداری کند باعث خشم عمومی می گردد. های مستقیم نیز ممکن است برای نجات دهنده بیش از معتاد تشدار محت... محت... دهنده باشد. در مورد کلینیکی گروهی از کارگران که به بازی الکلی علاقمند شده بودند اقدام به جلوگیری از مشروب خاری کردند. ولی این کار نه از راه کمک به معتادان بلکه از راه به هم زدن بازی انجام می شد. به محض اینکه این اقدام صورت گرفت انجمنی که این طرح را حمایت میکرد کارگران دستند دستندرکار در را از این طرز کار کرد و به نقاط دیگر انتقال داد و هیچ به هیچ یک از آنها دیگر برای چنین مأموریتی فراخوانده نشدند انواع مربوطه یکی از بازی های جنبی و جالب الکلی با عنوان یک لیوان بزن معروف است این بازی جنبی به وسیله یکی از شاگردان سریع الانتقال رشته روانپزشکی صنعتی کشف شد وایت و زنش که مشروب نمیخورد ولی زجر دهنده است با بلک و زنش که هر دو حالوان به پیکنیک می روند. وایت به بلک و زنش می گوید یک لیوان بزنید. اگر آنها یک لیوان بزنند این برای وایت مجوزی برای نوشیدن چهار پنج لیوان است. اگر بلک و زنش امتناع کنند بازی به هم میخورد و واید طبق قوانین مشروب مورد اعتراض و توهین قرار میگیرد و کار به مشاجره میکشد و در پیکنیک بعدی نیز دوستان معترض بیشتری پیدا خواهند شد آنچه در سطح اجتماعی یک تعارف بالغ به نظر می رسد، در سطح روانی توهین از آب در میآید تا جایی که کودک وایت از بلک سرزنشی در سطح والد دریافت می کند و زن وایت هم کاری از دستش بر نمی آید. در واقع زن وایت به خاطر همین وضعیت کاری از دستش بر نیامدن در کاری از دستش بر نیامدن است که به پیکنیک می آید. چون میخواهد که بازی ادامه پیدا کند و او هم نقش زجدهندهش را ادامه دهد همانطور که وایت میخواهد بازی ادامه پیدا کند بدگویی های صبح فردای زن وایت به خاطر اعمال و حرف های روز قبل وایت به خوبی قابل تصور است این بازی زمنان ممکن است پیچیدگی های دیگری تولید کند به خصوص اگر وایت رئیس بلک باشد عموماً حالو برخلاف اسمش وضع چندان بدی ندارد حالوها معمولاً آدمهای تنهایی هستند که از طریق خوشرفتاری با ها نصیب زیادی میبرند اغذی فروش نقش خیابان که نقش آدم خوب را ایفا می کند که از این را با خیلی آشنا می شود و نه تنها به عنوان یک آدم سخاوتمند بلکه به عنوان یک داستان سرای خوب در محافل محله نام و شهرت خوبی پیدا می کند. یکی از انواع نقش آدم خوبی است که او مدام از این آن می پرسد که چطور می شود به مردم کمک کرد. این یکی از بازی های خوب و سازنده است که ارزش توسعه دادن را دارد. نقش مقابلش هم لات است که همیشه دنبال جنگ و دعوا می گردد و کارش این است که از این و آن حرف بکشد که چطور می شود به کسی صدمه زد. این, بازی بازیگر, اگرچه کشفکری هایش را به ندرت به فعل در میآورد، اغلب دوروبر آدم های خشن واقعی می پلکد که کارشان جنایت است و او می تواند در پرتو نور آنها خود را گرم کند اینها کسانی هستند که فرانسوی ها آنها را آن دیرنایس یا مظهر لاف شرارت می نامن. تحلیل تز من چقدر بد بودم کاش بتوانی جلویم را بگیری هدف تنبیه خود نقش ها الکلی سج دهنده نجات دهنده خالو رابط پویایی شناسی محرومیت دهانی مثال ها یک کاش بتوانی مچم را بگیری ذکر مثالی از این بازی به علت پیچیدگی هایش مشکل است بچه ها به خصوص بچه های الکلی ها ترفندهایی از خود بروز می دهند که مخصوص الکلی هاست کاش بتوانی جلویم را بگیری شامل دروغ گفتن قایم کردن اشیاء خواست حرفهای های ملامت بار دنبال آدم های خوب گشتن پیدا کردن همسایه یا دوست و آشنایی برای گرفتن کمک مجانی و از این گونه است خود تنبیه کردن معمولا تا سالهای بعد به تعویق می افتد. دو و دوروبری های او نمونه عالی اجتماعی بالغ بالغ نمونه عالی اجتماعی بالغ 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 یا بگو نظرت واقعا در مورد من چیست یا کمکم کن که مشروب را کنار بگذارم بالغ راست و پوسکنده ارز می کنم نمونه عالی روانی والد کودک کودک کاش بتوانی جلوام را بگیری والد تو باید مشروب را کنار بگذاری حرکات یک تحریک اتهام یا بخشودگی دو آزادگذاری خشم یا نومیدی امتیازها روانی درونی الف نوشیدن به عنوان یک رویه برای نشان دادن تقیان یا مطمئن ساختن خود یا ارزای میلی شدید ب بازی الکلی به منظور تنبیه خود دو روانی برونی فرار از پیوندهای جنسی یا شکلهای دیگر صمیمیت س اجتماعی درونی کاش بتوانی جلویم را بگیری چار اجتماعی برونی، وقت گذرانی های صبح روز بعد، مارتینی و غیره. پنج زیستی تناوب بین مبادلات محبت آمیز و خشمآلود شش وجودی، همه میخواهند مرا از آنچه میخواهم محروم کنند.